با درود خدمت همه بینندگان گرامی، یاسر فلاح هستم، برنامه بدون سانسور در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و آزاد و سربلند باشید و اوضاع بر وفق مراد باشد. در این قسمت از برنامه مهمان گرامی داریم که زمانی که در ایران بودند به واسطه فعالیت هاشون، اشعاری که می سرودند، حالا کارهایی که می کردند، صحبت های در انتقاد از حکومت می کردند، بسیار از نظر ایرانیان انسان با دل و جرأتی بود، انسان ارزشمندی بود و باوشحشه می کردند. در خلال انقلاب مهسا یه سری ویدیو می ذاشتند در بقولی به حمایت از مردم و در واقع مردم رو تهیج می کردند یا بر علیه رفتار جمهوری اسلامی برنامه می ساختند، صحبت هایی می کردند و بسیار هم مفید و ارزشمند بود. همین ویدیوها بعدها شد مدارک علیه ایشون و یواش یواش به واسطه اینکه در کشور بیرون از ایران انتقاد کردن، کاری که در داخل ایران هم می‌کردن، کمتر کسی هم می‌کنه، سخت است و تبعات هم داره، انگهای مختلفی بهشون زدن و در واقع همونهایی که بهبه و شهشن می‌کردن مخالف شدن و ایشون رو زیر سوال می‌بردن با انواع و اقسام موضوعاتی که شاید قابل گفتن هم نباشه. در خدمت جناب محمد رضا علی پیام گرامی هستیم. درود بر شما. درود بر شما و همکارانتون و همچنین بینندگانتون. زنده باشید. بسیار بسیار ممنون از اینکه وقت گذاشتید، حضور پیدا کردید. ابتدا من فقط یک پرسشی بپرسم در خصوص همین قضیه تعرضی که شد. اگر از لحاظ قانونی میتونید صحبت بکنید در خصوص پرونده، میخوام ببینم اصلا هنوز پیگیرش هستید، به نتیجه رسید یا نه؟ بله پیگیرش هستیم، فردا هم قرار داریم به اتفاق وکیلمون در اداره پلیس من به نتایج قطعی برسه حتما خبررسانی خواهم کرد، مردم رو در جریان میذارم. بسیار بسیار ممنون. این حداقل درسیش برای اون کسایی که فکر میکنن به واسطه اینکه شاید در یک فضای اکثریت با ما باشه، ما حق به هر گونه به رفتار، حق هر گونه حرفی هم داریم، بعدم با رفتار لومپن معابانه بیان ازش تاییدم بکنن یا بگن که کارمون درست بوده. مهم نیست شخصی که مقابل شماست چه کسی است و چه شخصیتی داره، چه نواهی داره، رفتاری که میشه رفتار باید حتما مطابق با اصول انسانی باشه. خب جناب علی پیام گرامی، توی خلال انقلاب زن زندگی آزادی موسوم به انقلاب مهسا امینی، شما ویدیوهایی رو میذاشتید که به هم اولا چیز داشت، یعنی سریال مانند بود، شماره داشت، به ترتیب بود و توی بیشتر این ویدیوها به انقلابیون رو در واقع توصیه میکردید به یک سری رفتارها برای دفاع از خودشون. بعدها همین ویدیوها شد در واقع ویدیوهایی که تو من یادمه توی یک جایی داشتن بحث میکردن و وقتی اومدن در واقع این صحبت بکنن که انقلاب مهسا به خشونت کشیده شد و رفتار به قولی خشونت آمیز سر زد، ویدیوهای شما رو سورس قرار میدادن و میگفتن ببینید این عامل خشونت بوده. آیا واقعا ویدیوهایی که شما تولید میکردید به این گونه به موازی رو داشت یا اینکه نه فقط توصیه هایی بود برای دفاع از خودشون؟ ببینید دوست عزیز، مردم ما مردم خشونت طلبی نیستن. همیشه هم تظاهرات هایی که شد، چه از 88 بگیرید شما، قبل از اون، بعد از اون، 96، 98 تا 401، مردم بسیار سرجویانه می اومدن توی خیابون و شعار خودشون رو می دادن. این رژیم بود که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو به خشونت می کشید، با استفاده از اسلحه، با استفاده از شاتگان، با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌زن، حتی با استفاده از کلاشینکوف. فیلم ها شما داریم، ویدیوهاش هست تو فضای مجازی، یا گاز اشکاور و غیره و غیره. این حق طبیعی مردم هست، دفاع مشروع. یعنی شما یک گربه هم وقتی به طرفش حمله ببرید چنگ میندازه، انسان که جای خود داره، چرا ما نباید از خودمون دفاع کنیم؟ من معتقدم که ما خشونت طلب نیستیم، ولی مسلمه که خشونت رو با خشونت پاسخ میدیم. در همین کلیپ هایی که شما گفتید، من وظیفه خودم دونستم که هم
انتقال تجربه کنم، تجربیات خودم و تجربیات سایر مبارزین رو که برای من میفرستادن، مینوشتن آقای الپایم اینها رو لازمه به مردم توضیح بدید، تذکر بدید، و من میدادم و کماکان هم ادامه خواهم داد. من حالا تا شروع مجدد انقلاب، در سالگرد انقلاب که حتما مردم باز به کف خیابان خواهند آمد، یک سری توصیه هایی رو دارم که آماده کردم به موقع خودش پخش خواهم کرد. تأثیر گذاره، ولی به قول شما ببینید رفتار جمهوری اسلامی چگونه بوده است که محمد رضا علی پایان که شاعر بوده، کار هنری میکرده، کار سینما میکردن و شاعر بودن، اسلحه‌ای که داشتن قلمش بوده دیگه، یعنی با قلمش که اتفاقا بسیار تند و تیزم هست نقدهاشون رو میگفتن و انجام میدادن، اما رفتار جمهوری اسلامی با مردم بیگناه، یعنی مردمی که قصد برخورد به تند نداشتن، مردمی که بعضا تظاهرات سکوت گذاشتن، رفتار جوری بوده که شاعر به کشور برای اینکه حفاظت بکند از جوانان کشور این گونه توصیه ها رو میکنه، که البته توصیه هاش به قول شما برای دفاع مشروع و حق هر انسانی است. بحث ادامه در واقع جنبش زن زندگی آزادی شد و در آستانه سالروز مهسا امینی هستیم، چه پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید هم در خارج از ایران هم در داخل ایران چگونه پیش خواهد رفت؟ در خارج از ایران که در خود انگلیس که من هستم، دوستان در تدارک هستن برای به خیابان اومدن و حمایت عرشبت که خیابانی از مردم ایران. در ایران هم من پیشبینی میده که مردم به خیابان خواهند آمد، چرا که نه؟ آیا همچنان از این گونه توصیه‌ای دارید الان برای دوستان انجام بدید؟ چون میدونیم که دارن تدارک میبینن هم در ایران هم در خارج از ایران، این تدارک ها داره انجام میشه، اما از اون دست توصیه هایی که میگید فکر میکنید بارسترینش چیست که در حال حاضر این توصیه رو به دوستان بکنید؟ چون میبینم میدونم جمهوری اسلامی هم بیکار نمیشینه و به شدت فضا رو امنیتی خواهد کرد، برای مقابله با این فضای امنیتی فکر میکنید بهترین کاری که میشه کرد چیست؟ اونید رژیم از حالا شروع کرده دستگیری های گسترده ای رو از زندانیان سیاسی و کسانی که فعال هستند، فعالان مدنی و انواع و اقسام فعالها، حتی فعالان حقوق بشری در حوزه‌های کارگری، کودکان کار، هر کی که به نظرش برسه مخالفه الان دارن دستگیر میکنن. طیف دستگیری ها بسیار گسترده است و این کار رو دارن انجام میدن تا اگر مردم به خیابان آمدن رهبران میدانی نداشته باشن. ولی رهبران میدانی وجود دارن. شما چیزی نیست که بگید آقا این سنگا رو جمع میکنیم که مثلا چیز نباشه. هر چی بگیرید وجود دارن. الان 25 هزار نفر طبق آمار خودتون تو زندانهای شما هستن. باز میبینید شعار نویسی ها رو میبینید، برخورد مردم تو خیابون، تو مترو، این ور اونور رو داریم میبینیم. آخه 100,000 تا 200,000 تا 1,000,000 2,000,000 نیست که شما بخواید بگیرید اینا رو حبس کنید، زندان کنید. فقط میتونید بترسونید، ولی مطمئن باشید که شجاعت رو تکثیر میکنید. مردم ما نمیترسن، جا هم نمیزنن و چیزی هم برای از دست دادن ندارن. چه چیزی مونده که مردم ما از دست بدن؟ آیا قوتی برای خوردن هست؟ آیا این درآمدها، این حقوقها میرسه؟ اصلا این اجاره خونه ها، این گوشت کیلویی نمیدونم چند صد هزار تومن، مرغ همینجور، مردم به اینجاشون رسیده دیگه. من نمیدونم چی فکر میکنه حاکمیت. اون اوائل که انقلاب شروع شد پارسال خیلی ترسیدن، یه مقدار دست و پای خودشون رو جمع کردن، گفتن بیاین گفتگو کنیم، گفتگو کنیم. آقای رئیس قوه قضاییه میگفت، نمیدونم توی دانشگاه ها چیزای بحث و گفتگو میذاشتن. الان دوباره پر رو شدن، یه خود باید اینا رو سر جاشون نشوند. اتفاقا در خصوص تمهیداتی که دیدند، جدای از این که دارن سعی میکنن این مذاکرات رو هم انجام بدن، دیدیم که بسیاری از دوستانی که در خلال انقلاب زن زندگی آزادی موضع گرفته بودن علیه حکومت هم باز بهشون این فضا رو دادن، برگشتن به تلویزیون، علل خصوص جناب رشیدپور که مجری بسیار حالا قهاری است، کارش هم بلده و درسته، ولی اینها از همون تورهایی است که فکر میکنم جمهوری اسلامی
فکر میکنه همچنان سازمان تلویزیون صدا و سیما در واقع بیننده داره و سعی میکنه با این گونه رفتارها اگر بشه از جلوگیری بکنه. همچنین از بازداشت ها گفتید و رقم زدن یک سری اتفاقات برای حاشیه هایی درست کردن که این اتفاق از جمله این بحث شاهچراغ و این اتفاقی که این چند روزه در شاهچراغ افتاد و باز فیلمایی که پخش شد، رفتاری که حکومت کرد، بازداشت اون جوان تاجیکستانی که احیانا حالا با داعش گردن داره، هر جا اتفاقی بیفته سر گردن میگیره برای اینکه خودش رو یکم سر پا نگه داره، نشون داد که باز اینها هم باز برمیگرده به حکومت و مردم به درستی شعار دادن که کار خود حکومته. فکر میکنید قضیه شاهچراغ هم از همین دست برنامه هاست؟ جمهوری اسلامی داره این حاشیه رو درست میکنه که کم رنگ تر بکنه انقلاب زندگی آزادی رو؟ ببینید تلاش های مذبوحانه است. آخر رژیم یک چیزی رو چند بار تست میکنه، چند بار امتحان میکنه، خودش بارها دیده اصلا برخورد قهرامیزه با مردم جواب نمیده، زدن کشتن جواب نمیده، دوباره یک سال بعد، دو سال بعد، شش ماه بعد مردم کف خیابونن، با زدن و بستن و گرفتن و اعدام کردن خوابید. اون فاصله و شکافی که بین دولت و مردم هست با هیچ چیزی پر نمیشه، اصلا تصمیمم ندارن اینو ترمیمش کنن، فقط میخوان قدرت خودشون رو تحکیم کنن و هرچی هم خب اتاقهای فکر خودشون به خودشون میگن. ما میبینیم دیگه، مثلا خیلی از دوستان میان و تو همین رادیو تلویزیون یا به قول شما صدا و سیمای خودشون میگن آقا جون غلطه، این کارا رو نکنید. آقای محسن رنانی چقدر به شما تذکر بده، شما رسیدید به اون مرحله چهارم سقوط، سه مرحله سقوط رو پشت سر گذاشتید. شما کی میخواید صدای انقلاب مردم رو بشنوید؟ شما کی میخواید متنبه بشید؟ شما کی میخواید متنبه بشید که آقا تمومه دیگه، این دوره قلدربازی ها تمومه؟ خود رهبرتون مگه نگفت دوره بزن در رو تموم شده؟ حالا دوباره هی میخواید بزنید در برید؟ مردم یقه شما رو گرفتن و شما تا شما رو به زیر نکشن به هیچ چیزی رضایت نخواهند داد. حالا دوباره بحث انتخابات رو نمیدونم، اصلاح طلب ها رو میخوان بیارن تو میدون ها، این بازی های قدیمی. نه اینا کهنه شده، یه فکر جدیدی باید برای خودتون بکنید. آره، چون آقای تاج‌زاده هم با اینکه التزام ندارن به قانون اساسی، یعنی عملا این رو اعلام کردن الان، ایشون هم گویا میخوان کاندید بشن برای در واقع انتخابات، اما این هم از اون دست بازی هاست. ولی مشکل اصلی، فکر میکنم مشکل اصلی جمهوری اسلامی اصلی ترین مشکلش بحث اقتصادی است که اون هم با دولتی که الان سر کاره، خب قاعدتا از پسش بر نمیاد. و ولی با توجه به همه این مسائلی که میبینیم، همه این مشکلات رو ما داریم میبینیم و همچنان که ما میبینیم مدیران حکومتی هم میبینن دیگه، از شخص اول مملکت گرفته تا بقیه، همه مشکلات رو میبینن. به هر حال نمیتونیم بگیم اینا همه آدمای نادانی هن، هیچ کنون نمیفهمن، شعور نمیدونم مملکت داری احیانا یا اقتصاد ندارن. قاعدتا یه سری مشاورین هم دارن که به اینها توصیه بکنن. ولی چرا؟ یعنی دلیل اینکه اینها پافشاری میکنن روی رفتار نادرست چیست؟ آیا این برمیگرده به اینکه آخه یه ضرب المثلی هست، میگن دیکتاتورها وقتی به پایان راه نزدیک میشن مدام رفتارهای احمقانه انجام میدن؟ چرا فکر میکنید درس نمیگیرن از این اتفاقاتی که نشون داده، تجربه ثابت کرده همش غلطه؟ حالا اون جمله‌ای که من میخواستم بگم شما گفتید، واقعا دیکتاتورها به حماقت میرسن، اگر به حماقت نرسن این آخر عاقبت چایشوسکو نیست، این آخر عاقبت صدام نیست و آخر عاقبت نمیدونم قذافی نیست. اینها میبینند اینها رو ولی باز درس نمیگیرن و چقدر بده که درس نمیگیرن. یعنی هزینه رو برای مردم میبرن بالا و برای خودشون هم میبرن بالا، برای مملکت هم میبرن بالا. حتما باید کف خیابون ها خونی بشه، رنگی بشه تا شما گورتون رو گم کنید برید و بفهمید که دیگه موقع رفتنتون رسیده دیگه. این حماقت اینها، لجاجت اینها هیچ چیزی واقعا هیچ توجیهی نداره، توجیه عقلانی نداره. وای نه، اگر عاقل بودن که بعد از 45 سال نمیذاشتن کار به اینجا بکشه. شما نگاه کنید هر دولتی میاد تقصیر میندازه گردن دولت قبلی. نه، اگر به این رأی داده بودید این خیلی خوب بود.
و حالا اونم که اومد، حالا بعد چی شد؟ مگه نمیگفتین اگه آقای رئیسی بیاد گل و بلبل میشه مملکت، دلار ارزون میشه، اجناس ارزون میشه، کرایه خونه ارزون میشه، نمیدونم تورم میخوابه فلان میشه. و چی شد؟ نشد. آقایون ارزشی جواب بدید، آقایون حزب اللهی، آقایون اصولگرا، شمایی که یقه پاره میکردید برای یک دست شدن نظام، الان نظام دیگه یک دست شد دیگه، هیچ نخاله ای هم که بینتون نیست، قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه همش افساراش دم دست رهبر شماست. حالا چه غلطی دارید میکنید؟ هیچ پاسخی ندارن بدن. مردم هم من فکر میکنم که راهی براشون نمونده غیر از حضور در کف خیابون و اون فریاد زدن خواسته هاشون مکرر مکرر مکرر. بسیار ممنون. بسیاری هم خب ریزش داشتن دیگه تو طول این مدت، دیدیم که از عناصری که وابسته بودن به حکومت، از نظامی ها حتی یگان هایی که علیه مردم در واقع اسلحه کشیده بودن، بسیارشون ریزش داشتن و متوجه شدن که در نهایت مردم محکوم به پیروزی هستند و به آخرش به قول این ضرب المثل همیشه میگن روسیایی به زغال میمونه. ولی در آستانه این روزهایی که احیانا دوباره بحث انقلاب زن زندگی آزادی شروع خواهد شد، اون دسته از ارزشی ها، اون دسته از مأمورین، اون دسته از کسایی که احیانا از همین حالا آماده باشن مأموریت بهشون دادن با مردم مقابله بکنن، باید این رو بدونن در نهایت شما نمیتونید از پس مردم بر بیایید. و پیرو به صحبت جناب عالی پیام گرامی، اگر شعور مملکتداری رو قدری می داشتند، این جانهای پاکی که در طول این سالها گرفته شد، جوانانی که جانشون رو از دست دادن، چه از این ور چه از اون، فرق نمی کنه دیگه. حالا اون جوان بسیجی هم که مغز نداره میاد هموطنش رو میخواد به وطن شکل ممکن بزنه، اون هم یک ایرانیست دیگه. این جانها از بین نمی رفت و حداقل مردم میتونستن مسیر سعادت رو پی بگیرن. همه اینها به کنار، در خصوص اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اپوزیسیون رو چگونه میبینید؟ اگر حالا چیزی به اسم اپوزیسیون اگر احیانا وجود داشته باشد، یا حالا یه سری دوستانی که فعالیت‌های مناسبی میکنن فارغ از هیاهو بشه اسمش اپوزیسیون گذاشت، چه فکر میکنید؟ فکر میکنید در آستانه انقلاب زن زندگی آزادی اپوزیسیون خارج از کشور چه نقشی میتونه بازی کنه؟ ببینید تا تعریف اپوزیسیون چی باشه، بعضیا به هر آدم مخالف و برانداز میگن اپوزیسیون. اپوزیسیون در واقع تشکیلات نه فرد، و ما در خارج از کشور هیچ تشکیلات منسجمی متاسفانه در این رابطه نداریم. افراد بسیار زیادی داریم که تک تک براندازن، متاسفانه باز خیلی از اینا در صدد تخریب همدیگه برمیان. بزرگترین شانس جمهوری اسلامی همینه، به خاطر اینکه هیچ آلترناتیو مناسبی نداره، هیچ آلترناتیوی که برنامه ریزی داشته باشه، تشکیلات داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، نفوذ داشته باشه نداره. و این دوامش هم که یه خود زیادی دیگه طول کشید، به خاطر همینه که جایگزین مناسبی به لحاظ تشکیلاتی براش تعریف نشده. ولی این باعث نمیشه که مردم، درسته یه نقیصه است، ولی مردم راه خودشون رو ادامه خواهند داد. و این مثل معروفه که رهبران انقلاب از تو دل انقلاب میجوشند و بیرون میان. الان رهبران انقلاب به طور گمنام در داخل ایران هستن، انقلاب رو دارن هدایت میکنن و رهبری میکنن. این نیستش که همجوری بی کس و ویل باشه مسائل داخل از کشور. و من ارتباطاتی داریم با دوستانی که در داخل هستیم، برنامه ریزی دارن، تشکیلات دارن، خیلی منظمتر از اون چی که در خارج وجود داره. در خارج متاسفانه عده زیادی از اینها دنبال نامونان خودشونن، نمیشه بهشون امیدی بس. اینه که من همیشه به مردم گفتم عزیزان من، هر اتفاقی بیفته در داخل کشور میفته، بیای خارج از کشور منتظر چیزی نباشید.
بسیار عالی. حالا از مبارزین داخل ایران گفتید، یادی هم بکنیم از توماج صالحی که به واقع بسیار تاثیرگذار بود توی این جریانات و بسیار محبوب شده به دلیل اون رشادت هایی که کرده. رفتار به هر حال سخت است توی اون کشور زندگی کردن و این گونه نگاه رو داشتن و کنار اومدن با وحوشی که حالا اسمشون سرباز گمنام امام زمان یا هر چیز دیگری هست، که چگونه رفتارهایی میکنن و سخاوت هایی رو که انجام میدن، اون وحشیگری هایی رو که انجام میدن. امیدواریم که حالا به هر چه زودتر بتونه برگرده به باغوش خانواده و مردمی که دوستش دارن. شما که در ایران بودید، شعرهای تندی یا احتمالاً انتقادهای تندی میکردن بعضی از شما رو فرا میخواندن برای توضیحات، رفتار چگونه بود؟ آیا به همون پلیس بد و پلیس خوب بود یا نه با شما سعی میکردن به نوع دیگری تا بکنن؟ چون چند وقت پیش یه مصاحبه من دیدم از یکی از دوستانی که مجری بوده، مجری مطرحی هم بوده توی اون زمان، ایشون میگفتن که خیلی توهین‌آمیز رفتار میکردن، به شدت توهین‌آمیز رفتار میکردن، به نوعی که منی که مثلا مجری خیلی مطرحی بودم، این باعث شد که شاید تصمیم بگیرم کارم رو ول بکنم. آیا این فراخوان هایی که یعنی شما رو فرا میخوندن، حالا نمیدونم کمیته اطلاعات، حالا هر جا، رفتارشون با شمایی که مواضع شما رو مشخصا میدونستن چیست؟ چه بود؟ ببینید، اولا متفاوته، بستگی داره که اطلاعات وزارت اطلاعات خواسته باشه شما رو، اطلاعات سپاه خواسته باشه، پلیس امنیت خواسته باشه، اطلاعات قوه قضاییه خواسته باشه. مشابه یکی دوتایی که کم نداریم ما کسانی که در ایران متولی این کار هستن، اصلا با هم دیگه ارتباط تشکیلاتی ندارن، هر کدوم برای خودشون سازی میزنن. خب بعضیشون، بعضی از بازجوها بسیار ناشی بودن، نپخته بودن، به خاطر حالا کسرت زندانی مجبور بودن هر شلوکوری رو بیارن بشونن با عنوان بازجو. البته توهین نشه به عزیزان بازجوی حرفه‌ای، معلول ما یا نابینای ما، این اصطلاح من عذرخواهی میکنم، گاهی آقا دهن آدم در میره، توپق دیگه. هر ننه قمری رو میابردن میشوندن به عنوان بازجو، که من به شدت برخورد میکردم، میشون صلاحیت بازجوی من رو نداره، بازجوی من رو عوض کنید، و پاش وا میستادم. حالا در یه سری کلیپ هاییست که آماده کردم به زودی پخش خواهد شد، خواهم گفتش که نحوه برخوردتون با بازجوها چطور باشه تا بتونید دست بالا رو داشته باشید. بازجو تا بازجو داشتیم، بازجویی که توهین میکرد، بازجویی که بازجو خوبه بازجو بده، این بازیایی که همیشه توی سیستم های به اصطلاح قضایی و چیز وجود داره دیگه، همه جورش رو داشتیم، از شلاخونه و رفتن به اونجا داشتیم تا ضرب و جرح کتک زدن داشتیم، تا آقا بفرمایید چی میل کنید، نمیدونم چایی میخواید براتون بیاریم، جاتون خوبه یا نه، غذاتون خوبه یا نه، هم داشتیم. حالا در نهایت چی میخواستن؟ در نهایت هر کسی رو با یه روشی سعی میکنن. ولی من خدمت شما اینو بگم، کسانی که رسانه‌ای هستن، یک حاشیه امن دورشون هست، به خاطر همینه که به عزیزانمون میگیم که اگر دستگیر میشید حتما اعلام کنید، رسانه‌ای کنید، اجازه بدید خبرش بپیچه. برای بچه‌هایی که خبری میشن توی فضای مجازی، اسمشون در میره و معروف میشن، با اینها خیلی نمیتونن برخوردهای وحشیانه اونطوری که با کسانی که معروف نیستن و خبری نشدن دارن داشته باشن. کسانی که خبری نمیکنن خودشون رو، هر بلایی سرشون میارن، حتی تا اعدام هم میبرن. ولی بچه‌هایی که خبری میشن، یه خود محتاط‌تر باشون برخورد میکنن. اینه که توصیه من همیشه به دوستانم اینه که خبری کنید دستگیریتون رو، این حاشیه امن براتون ایجاد میکنه، چه تو حکمی که صادر میشه، چه تو برخوردی که با شما میشه توی زندان. بسیار ممنون. ولی در نهایت منظورم اینه که چه میخواستم، به چه میخواستم برسم؟ ببینید، محمد رضا عالی پیام یا اشخاصی که به هر حال یک پروسه‌ای رو طی کردن، به یک پختگی رسیدن، یک دانشی در زمینه اجتماعی و شخصی خودشون دارن، اینها رو فرا میخوانند و میگن آقا این موزه رو نگی. منظورم اینه که در نهایت به چی میخوان برسن؟ شخص رو بترسونن، در نهایت بیان بگن آقا مخالف مواضعی که هستی حرف بزن،
و اصولا هم جواب ندادید دیگه، چون نمونه بارزش شخص شماید دیگه. منظورم اینه که در نهایت چه میگفتند و شما را رها میکردند؟ یعنی از شما قول میگرفتند آقا دیگه حرف نزن، آقا نمیدونم میای میکشیمت، به چه اتفاقی میافتاد بعد از این مثلا بازجویی؟ ببینید خیلی وقتا که من رو میخواستن اونجا اوین برای بازجویی، خیلی توصیه میکرد که آلی پیام خبری نکنی، شب بی بی سی نگی که آلی پیام خواستنش اوین و فلان و اینها. من متوجه میشدم که اینا از خبری شدن بسیار وحشت دارن، براشون هزینه بره، سنگینه. قول میگرفتن که ما امشب آزادت میکنیم، برو خونه، فردا بیا، به شرطی که خبر پخش نشه. خب این جز نقطه ضعف های اینا بود. خب ما اینو میفهمیدیم. سوالتون دوباره تکرار کنید. میخوام ببینم سوالم این بود که در نهایت به چه میخواستن برسن؟ اصلا اینا دنبال جایزه گرفتنن. من اینو یه بار به بازجوم علنن گفتم، هی میگفت که ارتباطاتت به خارج از کشور. خب اون موقع که من ایران بودم دیگه، چی به تو دستور میده این شعرها رو بگی؟ این انجمنهای ادبی چی پشت شهر خارج از کشور؟ بودجهشو نکنی؟ گفتم آقا یه توهمی تو داری، تو دنبال این به اثبات رسوندن این توهمتی که بگی آقا من کشف کردم، آه این انگلیس، این اسرائیل، این فلان، این عواملشون تو داخل، میخوای برسی به این. مثل تو آگاهی که یه مظنون به قتل رو انقدر میزنن تا بگه من کردم، یا یه قاتل معرفی کنه. یه قاتل برای رو پرونده میخوان دیگه، یه مجرم رو باید اینا بذارن رو پرونده که این به صلاح این مسئول این پرونده یه باریکلا بگیره یا اینو به نتیجه رسوندم. اینا دنبال اینن. به بازجوم علنا گفتم، گفتم دارید آب تو هونگ می، اصلا شما دنبال چی هستین؟ شما دنبال ریشه یابی مسائل نیستین؟ میگم نه، یکی از خارج به تو میگه که این سوژه های شعر رو به تو میگه. از من این سوژه های شعر تو اجتماع میاد تو مغز من، این حاصل افکار منه. بیشین با من صحبت کن، تفکر من عوض کن، ثابت کن که من اشتباه دارم فکر میکنم، خب شعرهای منم عوض میشه دیگه اینا نخواهد بود. و ما که وقت نداریم میشینیم با تو بحث کنیم، بودم برید دنبالش بگردید جاسوس اسرائیلتون رو پیدا کنیم. به خاطر همین هم هست که تا بیخ دندونشون این عوامل اسرائیلی نفوذ کردن و عوامل سایر کشورهای دنیا نفوذ کردن، آب میخورن تو خونشون، اونا میفهمن چه خبره. توهم دارن دوست عزیز. بسیار ممنون. همین، من میخواستم به همین برسم. یعنی در اصل اون واقعا رفع اشکال امنیتی احیانا وجود نداره، بیشتر به حالت بازی مانند میدانند که خبری نیست، ولی به قول شما یه آدم ناواردی رو، یه آدم ابلهی رو میذارن اونجا که از توش چیزی در بیاره، برای خودشیرینی بره بگه مثلا من از این آدم در آوردم که یک نیروهای به قول خارجی پشت سرش هستن. همینو میخواستم بدونم، چون اگر واقعا موضوع حفظ امنیت مثلا بود. من عالی پیامو که میبردن اونجا، من که چیز مخفی نداشتم، تلفنم که شنود بود، خودم هم میدونستم رو شنوده، رفت آمدام هم که مشخص بود، کسانی هم که میومدن خونه میومدن میرفتن، یه ماشین جلو در بود همیشه دو سه نفر توش بودن، یادداشت میکردن یا فیلم میگرفتن کیا میان خونه من، کیا میرن بیرون. یه بار هنرجوهای من هر کدوم میمونن گفتم بابا دو نفر تو ماشین جلو داره، گفتم میدونم اینا از ساعت 2 وایسادن. کشید تا ساعت 8 و 9 شب، آخر یه چند تا چای و شیرینی و نقل و اینا برایش هم رفتم دم شیشه زدم، گفتم برادر شما از زور تا حالا اینجا، این خیلی کار خسته کننده ایه، این چایی رو بفرمایید، تماشا سینیشو بذارید پشت سر، کاری هم داشتین زنگ بزنید، من میدونم شما کارتون بسیار سخته. آم معلومه روه دیگه، تو وایسادی جلو در خونه من 8 ساعت تکون نمیخوری، خب تو معلومه که چی. آخه آلی پیام چیز مخفی نداره. حالا وقتی که آلی پیام میبره اونجا، این پرینت حسابای منو آورده بود، نشسته بود یکی تیک میزد. یارو من رفتم تو بازجویی دیدم اینا جلوشه، گفتم چیه، دنبال چی میگردی؟ دنبال پول قلمبه میگردی؟ دیگه قلمبهش 100-150 هزار تومن 200 هزار تومن بیشتر تو تراکنش نداری؟ گفتم دنبال پولای میلیونی میلیاردی میگردی که مثلا اومده تو حساب من بره. فکر میکنی اگرم من بخوام این کارو بکنم اینقدر ساده هستم تو حسابم انجام بدم که تو بفهمی؟ جمع کنید دیگه. بعد حالا آلی پیام بردن اونجا،
خب حالا غیر از این شعرهایی که داره میگه و غیر از این حرفایی که تو انجمن داره میزنه و غیر از تو چیزایی که تو کتاباشه که همه رو قاچاقی چاپ میکنه، خودتونم میدونید که قاچاقی چاپ میکنه، به این آقای صدر دبیر انجمن میگفتن عالی پیام هر کتابی رو غیر مجوز چاپ میکنه سه نسخهشو برده بیار اینجا برای ما، از من میگرفت میبود، بعد دوباره زنگ میزد آقای پیام سه نسخه دیگه بده، گفتم دادم که، گفت اینا رو خدا افسرا گذاشتن جیبشون بردن خونه، رو پرونده دوباره هیچی نیست، از بمونه دیگه ده تا میبردن میگفتم بده همهشون تقسیم کنن سه تاش هم بمونه برای رو پرونده، از چیزی ندارن که آخه بعد دنبال یه چیزی باید بگرده که من از عالی پیام اینو در بردم. آقا ارتباطات خارج از کشور داره ایشون، ارتباطات تشکیلاتی داره ایشون، گروه مسلحانه داره، نمیدونم بمب میسازه فلان میسازه، خب هم که کار ادبی میکردیم، شاگردای منم معلوم بودن، انجمنای منم معلوم بود، اینه که هی میپیچون بودن خودت خسته نکن آقا، اول آخرش همین هاییست که داری میبینی شنو تلفن منم که داری، دنبال چی میگردی؟ نه من اذیت کن نه خودت اذیت کن، برو دنبال اونی که میزنه ترورتون میکنه کف خیابون، نمیفهمین کی زده، از عالی پیام چیز در نمیاد غیر از شعر و مسائل ادبی، چی بگم دیگه. به همین دلیل این با این باگ های امنیتی هم به وجود میاد، چه حالا بحث شاشه ها که از خودشونه، ولی بحث ترور هایی که شد، فیلم هایی هم که اسرائیل پخش کرد که از درون خود منزل همین آقای فخری‌زاده هم اینا فیلم گرفته بودن، لحظه خروج خارج شدنش و چگونه ترورش کردن، منظور این که به قول شما اگر به اصل میپرداختند شاید اینقدر سوراخ توی بحث امنیتیشون وجود نداشت، بعد اتفاقات عجیب و غریبی که میبینیم افتاده. اما برای سوال پایانی، چرا فکر میکنید، نمیدونم قبلا توضیح دادی یا نه، چرا فکر میکنید خارج از ایران نگاهشون به شما اینگونه شده است و شما رو چه میدونم وابسته میکنن به حکومت؟ آیا پیشینه ای در این خصوص داری؟ چون به هر حال همه ما از ایران اومدیم، همه ما بعضا توی ایران برای شغل داشتیم دیگه، حالا یا تو صدا و سیما کار میکردیم یا توی نمیدونم اداره کار میکردیم یا آزاد کار میکردیم، تو مملکت زندگی میکردیم دیگه، ولی دلیل اینکه به شما این نسبت ها رو میدن چیست؟ دوست عزیز وقتی بنابر تخریب باشه دیگه مهم نیست که چی میگی یا چیزی که میگی سندیت داره یا نداره یا راست میگی یا دروغ میگی، یه چوباقی باید برداری تخریب کنی کسی رو، وقتی که نمیتونن دیگران رو ببینن یا انتقاد رو بر نمیتابن، یا وقتی که من میگم آقا صدای پای فاشیسم میاد اینها به خودشون میگیرن، وقتی میگی به ستمگر این میگه به من گفتی، وقتی که میگی نمیدونم چی خب عالی پیام رو سند و مدرکی ازش نداریم، حالا تخریب که میتونیم بکنیم دیگه، تمام این حرفایی که آقایون میان میزنن یک سند بدن من جایزه بهشون میدم، توی کلاب هاست بودیم ما یه دفعه بعد طرف میگفت شما کاردار بودی تو افغانستان، بودم میشه بگید من چه تاریخی تو کدوم شهر افغانستان کاردار بودم، سمتم چی بود، تاریخشو بگی، سندشو ارائه کنی، گفت بله الان میگم، همین الان میگم، گفتم دوستان همه سکوت کنن ایشون میخوان بگن من کی کاردار بودم تو افغانستان، بعد به جایی که سندشو بیاره بالا خودش رفت پایین، از زد خارج شد از اتاق. خب همینه دیگه. سوالم اینجاست آخه یه جای دیگه من شنیدم، من اصلا عکس منو جنتی رو برایشون فتوشاپ کردن کنار هم بغل یه میز، نمیدونم یه سری عکس ها و تصاویر میسازن، آدرس کانال منو میذارن زیرش پخش میکنه عالی پیام اینا رو پخش کرده، یه عکس یه آقای داره با خامنه ای حرف میزنه، حالا 20% مثلا شبیه منه، عینکش و موی سفیدش و بالاش نوشتن آقای حالو، دورش هم اینجوری یه خط کشیدن، اینو شبکه کوچه پخش کرده. آیا دیگه معتبرترینشونه دیگه، یه کوچه دیگه اینا نمیدونن معتبرتر چیو دارن، تو خجالت نمیکشی دروغ به این گندگی میگی اون حالوه؟ منم حالا بر فرض مثال شما به هم کم کلام هم شده باشید ایراد چیست؟ یعنی منظورشون اینه که شما چون احیانا با یه شخص امنیتی یا شخص اول مملکت هم کلام شدید پس وابستگی دارید، چون من یه جایی هم دیدم یه جایی خوندم که شما مسئول میز مونتاژ سپاه در صدا و سیما بودید، اصلا سپاه میز مونتاژ داره تو صدا و سیما؟ این متوجه نمیشم دقیقا.
همه اینا رو هم تو کتابم نوشتم، هم درسته. تو مصاحبه هام گفتم. موقعی که من این فیلم رو از افغانستان آوردم، رفتم صدا و سیما، گفتم من این مستند رو گرفتم، 400 حلقه فیلم بود، میخوام تدوین کنم. گفتن خب به یکی از گروه ها باید معرفی کنیم. گروه فیلم و سریال میزش پر بود، گروه خانواده پر بود، گروه نمیدونم چی چی، گروه کودک و نوجوان. گفت ما که اصلا وقت نداریم، ما میزم. تنها گروهی که کار نداشت و خلوت بود گروه سپاه بود. گفتن آقا این میز خالی داره اونجا. رفتیم گفتیم آقا میخوایم از میزتون استفاده کنیم. اجاره شد، اجاره شو بستیم. من هر کاری تو صدا میزام میکردم، از انیمیشن، از تیتراژ، از نمیدونم شستشوی فیلم هام، جداگانه صورت حساب به من میدادن، من پولشو میدادم. حالا اگر من به خاطر مونتاژ این فیلم رفتم تو اتاق سپاه از میزون استفاده کردم، اجارشم دادم، من میشم مسئول مونتاژ فیلم سپاه، گروه سپاه. یعنی در واقع شما از امکانات، حالا اون تیمی که احیانا وابسته به بچه های روایت فتح بوده، از امکانات اونا استفاده کردید برای مونتاژ فیلم هاتون، چون اون موقع بران مثل الان اینقدر عمومی نبود، نرم افزارهای به مونتاژ و تدوین فیلم هم نبود، قاعدتا امکانات رو یه سری گروه ها داشتن یا صدا و سیما. پس در واقع کار شخصی خودتون رو از امکانات حالا بچه های روایت فتح احیانا استفاده کردید، شما رو به این دلیل نسبت میدن. و بله همچنان که بالاخره یه چیزی باید بگن دیگه. بسیار بسیار ممنون. حالا من گفتم سوال آخر یه توضیح کوچولی هم در خصوص سینما بده. شما در سینما فعالیت داشتید، تهیه کننده بودید، فکر کنم بازی هم کردید چند تا نقش کوتاه. سینمای قبل از انقلاب رو با سینمای بعد از انقلاب اگر مقایسه بکنید، خوبی هاش و بدی هاش رو چجوری میبینید؟ هر شاید که ما قبل از انقلاب، خب نه اینکه فیلم خوب نداشتیم، داشتیم فیلم های خوبی قبل از انقلاب ساخته شد، تو جشنواره‌های جهانی هم مطرح شد، اکران خارج از کشور هم داشتیم، ولی در مجموع اون چیزی که میشه از سینمای قبل از انقلاب نام برد همون اصطلاحی است که خود سینماگرها به کار میبرن به نام فیلم فارسی، یعنی فیلم فارسی یا فیلم آبگوشتی. یعنی فیلم هایی که فقط به خاطر گیشه بود، فیلم هایی که تفکر و اندیشه پشت سرش باشه یا سبک پشت سرش باشه به اون صورت ساخته نمیشد، شاید مثلا سالی یکی دوتا. بعد از انقلاب سینمای ما به لحاظ کیفی بسیار رشد کرد و این رو ما مدیون بخش خصوصی هستیم، یعنی نه اینکه دولت درش نقش داشته باشه، سینماگرانی با وجود اومدن یا فرصت کار پیدا کردن که فیلم هایی ساختن که جهانی بود، یعنی ما صاحب سبک شدیم، اینطور میتونم بگم سینما ایران صاحب سبک شد و تقریبا میشه گفت هیچ جشنواره‌ای بدون یه دونه دو تا سه تا پنج تا فیلم از ایران معنا نداشت و امکان نداشت توی جشنواره‌ای فیلم های ایرانی جایزه نگیرن، حالا یا به لحاظ کارگردانی یا به لحاظ دکور یا به لحاظ گریم یا به لحاظ هرچی، فیلم های ایرانی مطرح بودن. تا اومده یه اواخر که دیگه سینما ایران به کلی دولتی شد، یعنی چنگ انداختن سپاه، سازمان سینمایی اوج، هم رو تولید هم رو پخش و خورده خورده بخش خصوصی رو به حاشیه روندن. خیلی ها ورشکست شدن، خیلی ها دیگه کار نمی کنن، خیلی ها پولشون رو در خارج از سینما دارن به کار انداختن و کار میکنن. در صورت که اون موقعی که دوران رونق سینما ایران بود، بسیاری پولهای خارج از سینما می اومد تو سینما سرمایه گذاری می شود، مثلا بازاری ها، فرش فروش ها، رساز بفروش ها، علاقمند به بانک ها، علاقمند بودن که سرمایه گذاری کنن توی فیلم ها به خاطر استقبالی که ازش میشه و درآمدی که داره. الان نه تنها اونا دیگه نیستن، خود اهالی سینما تهیه کننده هم به اون صورت دیگه رغبتی برای ساخت فیلم ندارن، مگر یه چند تا خودی ها و دستچین ها و اینایی که مورد حمایت خودشون هستن. الان سینما ایران سینمای دولتی شده و شما باز میبینید که به اون صورت ما در فستیوال ها و جشنواره ها و اینها حضور نداریم. به لحاظ طنزم بعد از انقلاب
خب تکی توکی که دو تا فیلم موفق ترس ساخته شد، مثل مارمولک یا عرض شود که این فیلمی که لیلی با من است و اینها. ولی در کل میتونیم بگیم که ما سینمای طنز مطرح نداریم، همش لودبازی است، برای خنده است و نه کارگردان طنز رو میشناسه نه بازیگر بازیگری است که طنز رو بشناسه. طنز کلامی بیمزه دیگه، اوجش همین اخراجی ها و فلان ها. ما سینمای طنز نداریم، اصلا سینما نداریم دیگه، اساسا سینما رو آخه کارگردان ها یا حالا عوامل سینما طنز رو به معنای سینمای طنز رو در واقع برای طنز نمیشناسن. اجاره نشین ها که بهترین فکر میکنم به فیلم طنزی باشه که در طول بعد از انقلاب ساخته شده، اصلا طنز نمیدونن. من عملا از بسیاری از کارگردان های مطرحمون شنیدم که این رو اصلا طنز نمیدونن، ولی باز پیرو به صحبت دیگه اجاره نشین ها رو طنز نمیدونه، خب طنز رو نمیشناسه. یعنی صلاحیت قضاوت در حوزه طنز رو نداره که میگه این فیلم طنز نیست. این فیلم طنز خالصه، بسیار هم طنز قوی و محکمی است. اصلا همش موقعیته، طنز موقعیته، طنز کلامی نیست. اینا فقط طنز کلامی میدونن، مثل کارهایی که مهران مدیری میکنه و مهران غفوریان میکنه و اینها، یا دلقکایی دیگه. بله، کمدی موقعیت نیست، در واقع سینما تصویر است دیگه بیشتر. حالا ولی باز پیرو صحبتتون اینم بگم که بسیاری از اون دوستانی که در قبل از انقلاب، شاید البته فکر میکنم همشون خوب بودن، ولی همین دوستان با احترام به همه کسانی که بعد انقلاب جدید اومدن کارهای هنری خیلی خیلی خوبی ساختن، ولی امثال کیمیای بیضایی، امیر نادری، نمیدونم بهمن فرمانروا و خیلی های دیگه، همین ها بعد از انقلاب اومدن و سینما رو در واقع هول دادن به سمت این چیزی که جهانی بشود. سپاس از حضور شما محمد رضا علی پیام گرامی، وقت گذاشتید، حضور پیدا کردید. کلام آخر اگر دارید با بینندگان بفرمایید. درود بر شما. تو این برنامه قرار بود ما راجع به طنز صحبت کنیم، مثلا تاریخچه طنز بعد از انقلاب، طنز پرداز هامون از کجا اومدن به کجا رسیدن، طنز در موقعیت کنونی کشور کجای کاره، که همه سوال ها بود. بله، فرصت نشد، من اشاره کردم فرصت نیست، میخواستم در ادامه برم که گفتن وقت ندارین. من خودم رو برای این مبحث آماده کرده بودم، انشالله در گفتگوی دیگه. حتما حتما، افتخار بدی، در برنامه آینده در خدمتون خواهیم بود. سپاس از حضور شما، سپاس از همه بینندگان گرامی. امیدوارم هر جا که هستید شاد و آزاد و سربلند باشید، جاری باشید و در جریان.